سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون چطوره؟ خوبین؟ مخلصیم، ما که عالیم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. میدونم که شما هم عالین، میدونم که باحالین. اصلا کلن بچه های رامسرهانی، دوستای رامسرهانی گروهمون همه عالین، خیلی دوستتون داریم. با یکی دیگه از ویدیوها واسه بچه های تازه کار نه، نمیشه گفت بچه که تازه وارد این صنعت شدن، دوست دارن یه چند تا چیزو علمی تر بدونن، یه ذره دقیق تر روزا رو بدونن، عددا رو میدونین، این عددا خیلی مهمه، خیلی دوست دارن عدد بدونن. اومدیم که یه ویدیو دیگه بسازیم در مورد چرخه زندگی زنبور عسل. خیلی چیز ساده یا میدونم همه بلدین، اما یه تعداد روزا رو بلد نیستن، یه تعداد میخوان حساب کتاب کنن موقع پرورش ها، میخوان حساب کتاب رو داشته باشن چه روزیه چه موقعیه. اومدیم اینجوری صحبت کنیم، خیلی باحالین. بریم ببینیم چی هست و چی نیست. مخلصیم. بچه ها، یه موضوع خیلی مهم اینه که اصلا زنبور عسل اول کار توضیحش بدیم. خب زنبور عسل جز حشراتی که بسیار نزدیک به خانواده مورچه‌ها و زنبورهای دیگه اصلا مهمتر، و اینکه فوق العاده حیوان، یک حشره مفید برای دنیا هستش. دوستان، زنبور عسل یکی از گردافشان‌های بزرگ دنیاست. یک سوم کل گردافشانی دنیا توسط حشرات انجام میگیره که بزرگترین سهمش مال زنبور عسله، و نبود زنبور عسل میتونه خطراتی رو واسه گردش این گرده گل و حتی تغذیه ما انسان ها به وجود بیاره. زنبور عسل خب یک حشره کاملا اجتماعی هستش، داخل کلونی زندگی میکنه و از نظر نوع تفاوت زندگی اینا خیلی شبیه هم هستن گونه هاش، و ما تو گونه های متفاوت زنبور عسل روش های زندگی شبیه همی رو میبینیم، یعنی از لحاظ تغذیه و از لحاظ نوع زندگی اجتماعی کاملا شبیه هم هن. اما از لحاظ طول عمر، نوع رفتار، اینا خیلی با هم متفاوت و تفاوت هایی دارن، یا نوع شکل ظاهریشون، ولی از لحاظ نوع زندگیشون تقریبا شبیه هم هستن. زنبور عسل از شهد گل تغذیه میکنه، گرده گل جابجا میکنه، به وسیله خرطومی که طی سالها تکامل پیدا کرده شهد گل رو از اعماق گل استخراج کرده و برای تغذیه خودش و برای تبدیل اون به عسل استفاده میکنه. میریم ببینیم داخل کندو. داخل کندو ما سه نوع مختص مدل زنبور داریم. زنبورهای عسل دو مدل جنس داریم و سه مدل زنبور. یک مدل جنس نر داریم و دو مدل جنس ماده. توی جنس ماده دو کاست جنس ماده داریم عزیزان، یعنی دو تا زیر مجموعه، دو تا کاست جنس ماده. یک مدل غیر بارورش هستش، یعنی عقیمه و رشد جنسی نداره، بهش میگن زنبور کارگر. و یک مدل دیگه هست که همون جنس ماده هست اما قابل باروره و رشد جنسی داره و تکامل یافته، و بهش میگن ملکه. جنس نر رو که میدونیم، جنس نر یکی از مهمترین و عوامل قدرت کلونیه، یعنی این ویژگی هایی که زنبورها میتونن داشته باشن بخش بزرگیش از جنس نر به ارث میرسه. حالا تفاوت های جنس ماده و جنس ملکه چیه؟ گفتیم که هر دوتاشون ماده هستن، فقط یکیش غیر باروره و یکیش بارور. علاوه زندگی اینطوری بهتون بگم که جنس ماده یا همون تخم بارور شده و تلقیح شده تبدیل میشه به جنس کارگر و جنس ملکه. فقط تفاوت اینها توی تغذیه و جاشونه. یعنی نگاه کنین، زنبور کارگر توی سلولهای معمولی فقط 3 روز از ژل رویال تغذیه میکنه، اما سلولی که اختصاص یافته و تخمی که اختصاص یافته به ملکه شدن داخل سلول مخصوص خودش که بزرگتر هست و روش تغذیهش ژل رویال تا پایان عمره که تبدیل میکنتش به یک ملکه. عزیز دل، و جنس نرم که معلومه یک تخم کاملا غیر تلقیح شده است که تبدیل میشه به جنس نر. میریم تا سراغ زندگیشون ببینیم چند روز زندگی میکنن، چه جوری هستن. دوست عزیز، این سه مدل زنبور از لحاظ زمان توی تخم بودن کاملا با همدیگه یکی هستن، یعنی 3 روز اول داخل تخم هستن،
بعد سه روز بعدش داخل به صورت لاب هر سه مدل ژل رویال تغذیه میکنن، اما از این سه روز به بعد بقیه تغذیهشون تغییر پیدا میکنه، فقط اون تخمی که اختصاص به ملکه هست تبدیل میشه به ملکه از ژل رویال و همون تغذیه کاملش استفاده میکنه، بقیه به صورت عسل و شهد استفاده میکنن که تبدیل میشن به جنس کارگر. از زیدن لحاظ زندگی بخوایم حساب کنیم، این طول تبدیل شدن تخم تا یک زنبور کامل توی زنبور کارگر حدودش 21 روز طول میکشه توی ژل رویال میگم، اگر گفتم ویدیوشو ساختیم دیگه همش بند زبونمونه، توی ملکه 16 روزه و توی زنبور نر 24 روز طول میکشه. توی تفاوت سنیشون هم متفاوت زمانی که زندگی میکنن. ما جنس ملکه رو داریم که به علت ارزش غذایی بالایی که مصرف میکنه و اون ژل رویال با اون مواد مغذی که مصرف میکنه یه چیزی حدودش 5 تا 8 سال عمر میکنه، که باز این موضوع بستگی به زنب میزان تخمریزی و فعالیتی که انجام میده هستش. عزیزای دل، بازم میگیم یعنی هزاران بار گفتیم، بعضی ها میگن نه 4 ساله بس، 3 ساله نه 5 ساله. دوستان، اعدادی که گفته شده در بهترین حالت ممکن و در شرایطیه که میان هزاران مدل رو تست میکنن و بیشترین درصد ماندگاری رو میان تخمین میزنن. جنس مفید، زمان مفید یک ملکه گفته شده 3 تا 4 ساله. دوستان، باز دارم بهتون میگم، میان هزار تا ملکه رو میذارن کنار هم، هزار تا کلونی رو تست میکنن، از این هزار تا کلونی به صورت مثال 700 تاش ملکه هاش 3 تا 4 سال مفیدن، بقیه یکی میبینی 5 سال مفیده، یکی 6 سال، یکی 2 سال. به خاطر همین این کلی بودنه میاد میشه قانونش، این کلی بودنه میشه میاد اصل موضوع میاد توی کتاب. شما، ما خودمون الان یه ملکه داریم تو 5 ساله و تخمریزیش خیلی بهتر از اون ملکه 2 سالمونه و داره عالی کار میکنه هستش. پس این به صورت کتابیش الان من بهتون گفتم. جنس ماده، یعنی همون جنس کارگر یا همون ماده عقیم، بستگی به فصول سال داره زندگیش. چرا بستگی داره؟ چون کاملا زندگیش بسته به میزان کاریه که در طول فصل انجام میده. یعنی ما در فصول تابستون و بهار که بیشترین حد شهد و کار یه زنبور میتونه باشه رو داریم. یه دونه چیز الان پای من نیش زد، ببخشید. خب میرم ادامه. بیشترین کار رو توی این فصول داریم. یه دونه جنس کارگر شاید بتونه 5 تا 6 هفته عمر کنه. باز بستگی داره، باز بستگی به میزان شهد، میزان کار، میزان کوچدهی، میزان استرسی که به زنبور وارد میشه، میزان اصلا این آب و هوا، این محیطی که داره زندگی میکنه، همه اینا بستگی داره. اصولش 5 تا 6 هفته است و داخل زمستون و پاییز که میره توی خواب زمستونی. دوستان نگاه کنین، اگه شما پاییز بردارینش ببرین یه جای گرم و دوباره کار کنه، نه، زمانی که همون نقطه این و پاییز زمستون سردی دارین، زنبور میره توی خوشه و زمانی که میره به خواب زمستونی 8 تا 9 هفته کار انجام میده. عزیزان، تا اینجا که ما کل چرخه زنبور عسل گفتیم، حالا میایم وارد ریستر میشیم، وارد دنیای زنبور کارگر. زنبور کارگر خودش زمان داره، خودش زمان به عهده گرفتن مسئولیت داره. به طور مثال زمانی که زنبور کارگر از توی تخم در میاد، یعنی از زمانی که تخم لارو شفیره و زمانی که به زنبور بالغ میرسه، 1 تا 3 روز یه مسئولیت داره و روزهای متفاوت مسئولیت‌های متفاوتی رو به گردن میگیره. این 1 تا 3 روز اولین دوره در اومدن زنبور کارگر از توی تخم، از توی همون شفیرگی و تبدیل شدن به زنبور کارگر، تا 3 روز اول وظیفه سخت تمیز کردن سلولا به عهده‌شه. یعنی کلن میذارن که این کندو رو بشوره و بسابه داخل کندو تا بفهمه که قرار تا آخر عمرش چه کارهایی انجام بده. یعنی اصلا هیچ چیزی به نام استراحت تو کارشون وجود نداره. 3 روز اول بشور بسابه، میان برای 3 روز دوم که میره 3 تا 6 روز اوایل دوره پرستاریشه، یعنی حالت انترنی داره و میخواد یاد بگیره این پرستاری رو، میاد از لاروای مسن پرستاری میکنه که قراره بهشون عسل و گرده برسه. یعنی اون 3 روز
چیو گذروندن، سه روز ژل رویال گذروندن و قرار از این بعد عسل و شهد بخورن. میاد از اونا مراقبت و پرستاری میکنه تا 6 روز. 6 تا 12 روز میشه کامل یک پرستار کامل. به چطور؟ یعنی میاد شروع میکنه به تولید ژل رویال و این تولید ژل رویال واسه لاروهای جوان و به خصوص ملکه، یعنی پرستاری از ملکه را انجام میده و تغذیه کامل ملکه و لاروهای جوان دست ایشونه. بعد از 12 روز، یعنی میره تو 12 روز دوم، میره توی 12 تا 20 روز دیگه شغلای متفاوتی رو به عهده میگیره. برای آگاه شدن و یه ذره تکامل پیدا کردنه میاد کارهای متفاوتی تقسیم بندی میشن، مثل غلیظ کردن شهد، مثل موم بافی، مثل برای موم برای ضد عفونی کردن. توی این 20 روز تولید میگه به خصوص اولین دوره‌ایه که وارد محیط باز میشه، یعنی میاد بیرون کندو رو هم میبینه، به صورت نگهبانی انجام میده، پروازهای کوچیکی انجام میده واسه شناسایی منطقه. و بعد از 20 روز، یعنی دوره 21 روز تا آخر عمرش، دیگه کاملا به بیرون از کندو سپری میکنه. یعنی به چه شکل؟ یعنی به صورت یک زنبور پروازی در میاد و برای شهداوری، آب خنک کردن و همچنین خنک کردن بخشی گفتم، برای آب آوردن و گرده گل جمع آوری کردن. عزیزای دل، این دوره کامل زندگی یک زنبوره. ما نحوه عسل درست کردن رو توضیح دادیم، نحوه لایف سایکل یا همون چرخه زندگی ملکه هم کامل گفتیمش، توی ویدیوهای آخر حتما میذاریمش. خیلی دوستتون داریم. اگر چیز بیشتری میدونید این زیر کامنت بذارین که ما هم از اطلاعاتی که دارین بهره مند شیم. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، امیدواریم همیشه شاد و سرحال و ثروتمند و سعادتمند، کلا خوشحال و باحال باشید دیگه. خدا هم پشت و پناهتون باشه، چی بهتر از این. مخلصیم، خدا نگهدار.